موسیقی شمال آفریقا با گروه موسیقی تکالید. گروه تکالید سال 1994 در لندن تشکیل شد. این گروه که متشکل از نوازنده‌هایی از کشورهای مختلفه تاکنون در جشنواره‌های موسیقی جهان و سالن‌های معتبر مختلفی در بریتانیا و کشورهای دیگه برنامه اجرا کرده. از جمله اجراهایی برای ملکه و دربار بریتانیا. در لندن فرصتی دست داد تا با عبدالقادر و طارق کمی در مورد موسیقیشون گپ بزنیم. موسیقی ما بر پایه موسیقی شمال آفریقا و الجزایر که بهش رای، شعبی، اندلوسی و بربر گفته میشه که ما تو الجزایر بهش کبیری هم میگیم. موسیقی ما ترکیبی از همه این موسیقی هاست. چیز دیگه اینه که ما برخی از موسیقی های قدیمی رو با موسیقی های جدید مثل فیوژن، جاز و فلامینکو ترکیب کردیم. فیوژن، جاز، فلامینکو. این آهنگی رو که میشنوید اسمش جزیریا است که از دو کلمه جاز و ایریا تشکیل شده. معنیش خیلی ساده است. جزیریا یعنی دختر زیبای الجزایری. تو این آهنگ المان‌های موسیقی شعبی، جاز و بداهه نوازی داریم. به راحتی میشه توش بداهه نوازی کرد. البته بر پایه اصول خاصی. در ادامه برنامه باز هم به گروه تکالید برمیگردیم.
تقلید in English means tradition. تقلید به معنی سنته. منظور از سنت فقط سنت‌های الجزایر نیست و همینطور سنت‌های مصر یا ترکیه. تقلید فقط یعنی سنت. کاری که ما تو این گروه انجام میدیم اینه که مقداری از موسیقی هر کشوری رو میگیریم، با هم قاطی میکنیم و بعد به عنوان یه اثر هنری اونو ارائه میدیم. در مورد موسیقی رای صحبت کنیم. رای به موسیقی جوان‌ها شهرت داره. مضمون آهنگاتون چیه؟ موسیقی ما مثل موسیقی بلوز در آمریکا یا انگلیسه. چون موسیقی بلوز به شما اجازه میده که احساسات و افکار خودتون رو بیان کنید. این چیزی که موسیقی رای میخواد. رای به معنی نظر و عقیده است. جوان‌ها در الجزایر مشکلات زیادی دارن. مشکلاتی مثل اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی، مشکلات زنان، سکس و غیره. این آهنگا بیشتر در مورد چیزهای صحبت میکنن که در کشورهای مسلمان ممنوع هست. ما هان عليا
من ملودی هایی رو تو موسیقی شما میشنوم که خیلی به ملودی های ایرانی شباهت داره. موسیقی ایرانی؟ فراموش نکن اینا همه از یه مکتبن. تو موسیقی ترکیه هم اونا رو میشنویم. بالاخره این ملودی ها متعلق به کدوم کشورن؟ متعلق به همه. کدوم یکی؟ همون آهنگ بنت شلبیه رو میگم. ما همه با هم مرتبطیم. باور کنید یا نکنید، از قسمت‌های از هند تا آگادیر در مراکش تا اقیانوس آرام مثل یه مدرسه میمونه، با کلاس‌های مختلف و موضوعات مختلف، با موضوعات سیاسی متنوعی که روی موسیقی و نحوه بیان احساسات موزیسین‌ها تأثیر گذاشته.